بنده هاشه. سلام علیکم. سلام آقا. قربون شکل مادت بشم آجی. اومدم چند تا در زدم دیدم خوابی مزاحمت نشدم، گفتم استراحت کنی بهتره. خواب نبودم، بعد نماز صبح داشتم یکم جمع و جور میکردم. حاجی یه روزی هممون جمع و جور میکنیم، چه عجله‌ایه؟ صبحونه بیارم آقا؟ نه دخترم، باید برم، مثل که مام رفتنی شدی. ای دادی بیداد، حاجی هممون رفتنی هستیم، تو رو خدا نگو این حرفو. آخه دیشب شما نه شام خوردید، قرصاتون هم خب نخوردید. حالا اونو ولش کن ببینم جاوید زنگ نزد. جاوید به وقتش زنگشم میزنه آجی. غلام یک دو ساعت دیگه بیا حجره، یه سری کار دارم بهت سفارش کنم، شاید فردا نباشم، بعد انجام بدی. الهی من فدات بشم آجی، رو بروی من حرفا نزن، تو که منو میشناسی. نگو آجی دیگه، انقدر خودتو لوس نکن، مگه من قراره برم بمیرم؟ پس کجا میخوای بری؟ تهران. تهران؟ ببینید اگر تا امشب از جاوید خبری شد که شد، و الا من فردا را میفتم میرم، به دلم بد افتاده. دلو ولش کن حاجی، به دل آدم خیلی چیزا میفته، توجه نکن درست میشه. در هر حال اگر نیان من میرم. فکر خودتون باشید با این حال روز. نه دخترم، چیزی که تو تهران زیاده دکتر و دواست. آره دکتر دوا هست، ولی این گرد خاکا و آلودگی ما به خاطر خودت داریم. آره. میگی ما نرو. غلام جان ما دیگه آفتاب لبه بومی. آفتاب لبه بومم باکش از این حرفا نیست، اما تو به رسم و رسومات خانواده اربابی که واردی. رسم تو خانواده اربابی رسمه، موقع سال تحویل باید همه دور سفره باشن، فهمیدی؟ من رفتم. به سلامت حاجی جان. به سلامت. به سلامت. ببین من نمیدونم یه عمری حاجی از این رسم و رسومات دنبال چی میگرده نفهمیدم. چی بگم؟ تقسیم کار کنیم؟ خوبه بکنیم. خیلی میگم تو یه زنگی به دختر حاجی بزن، منم تا این نونا گرمه صبحونه بخورم. نیازم نشده تو صبحونه بخوری، بذار ببینم. برو ببین حاجی کجا رفت. دست تنگه، چی شد؟ نه الحمدلله لقمه نونی هست، دلم خونه حاجی. خدا نکنه، واسه چی؟ خدا بچه ها تو ببخش حاجی جون. بچه های من که استغفر الله. بهت بر نخوره، قفلت کرد. هر کی ندونه، شما که میدونی حاج محمود، من همیشه به دادشون رسیدم. هر وقت پول خواستن، هر وقت مشکلی داشتن، مشکلشون رو حل کردم. دیگه نمیدونم چی کار باید میکردم که نکردم. پول بهشون دادی، ولی نگفتی بچه این پولو واسه چی میخواد. راست میگی حاجی جون، من مقصرم. بچه های تو یه روزایی مثل بچه های خودم بودن. حاجی جون شرمندم، خراب کردم. اگر بچه آدم نااهل بار بیاد، پدر و مادر هم مقصرن. نمیشه مشکلی براشون پیش بیاد ما بکشیم کنار بگیم به ما ربطی نداره، میشه؟ من میخوام ادب بشم. درسته که خودم آغشون کردم، ولی یه جورایی هم دلناگرونم. نمیخوام خیال کنن که من بخشیدمشون. میخواستم حاجی جون اگه میشه این سند ها خدمت شما گرو باشه، سند خونه و مغازه خودتو بذار، بچه ها بیان بیرون. این دمیدی هم مادرشون رو ببینن، هم نمیخوام بفهمن که من ضمانتشون رو کردم. سند تو بردار حاجی جون، به خاطر مادرشون قبول کن، من چاکرتم، قبول کن، خدا خیرت بده. گفتم سند تو بردار. مرد حسابی، بعد عمری تو یه کاری از ما خواستی، خب حرف خودت واسه ما سنده. تو فقط به من بگو من چه کار باید بکنم، کجا باید برم، سند چیه؟ قربون مراوت عزیز جون، آخه باید برم تهران سند بزنم. شما یه وکالتنامه من بده، من خودم برم کار انجام میدم. تو فقط به من بگو تهران که رفتم کجا باید برم و چه کار باید بکنم. یه قصهشو نخور. نام؟ احترام شمیرانی. سن؟ میدونم اون یکی، برو برو اون یکی. نهار دیروز چی خوردی؟ سینه مرغ آبپز بدون روغن و نمک. بارکلا. داروهاتون؟ اعصاب، فشار خون، ویتامین آ، ب و د و س.
خب دیروز فشارتون چند بود؟ 14. آفرین. امروز فشارتون 13. خب همون قرصا رو میخوریم خوب میشی. خب حالم خوبه؟ بله. آلزایمر نگرفتم؟ نه قربونت برم، فقط یه چیز کوچولو یادت دفعه گفتی. خطرناکه؟ نه عزیزم خطرناک نیست. یه ذره حواستون رو جمع کنین. حالا من یه شعر حفظ کردم. شعر بخون قربونت برم. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه بقیهشم بگی؟ خب یعنی تو میخوای من دیوان حافظ رو الان برات بخونم؟ نه قربونت برم، برای چی حفظ باشین؟ بذارین برنامه امروزتون رو بهتون بگم. امروز اخبار مهم رو گوش میدیم، دوتا جدول حل میکنیم، یه خورده شما نرمش میکنین، من میرم سوپتون رو گرم میکنم. امروز باید تو حیاتم قدم بزنین. حتما. آره الان میخوام قرصامو بخورم، بعد اون سریالی که دیشب خوابم برد بشینم تکرارش رو ببینم. بله بده. ببین یک کلمه راجع من و اجاخری و دوا درمون حرف بده. من ببینم بابا. سلام خانم دکتر. قدرت جان تویی؟ آقا جون چیزی شده؟ بد جوری. چی شده؟ نمیدونم خانم دکتر. الان کجاست؟ بهوشه؟ رفته از همه حلالیت به طلب خداحافظی کنه. قدرت درست حرف بزن ببینم چی شده الان. والله خانم دکتر از دیروز که شما گفتید من نمیام، من به خاطر دوا درمون و اجاخری و غلام خیلی ناراحتم. دیشب رفت تو اتاق در رو بست، تا صبح من و غلاب چشم رو هم نذاشتیم. صبح از اتاق اومد بیرون، صورتش میشه گچ سفید شده بود، گفت من دارم میرم تهران. تهران؟ آره دیگه، میخواد بیاد پیش شما دیگه. تهران برای چی؟ گمون کنم فهمیده که رفتنیه، میخواد بیاد تهران شما رو ببینه. بکنم میخواد بیاد درس میراث رو تقسیم بکنه. ایفون چی شد تو؟ میدونی من که خبر بد که بهت نمیدم، ولی یه کسی اینجاست. کیه؟ میبینی؟ شکلشو میبینی؟ خال داره تو صورتش؟ اول اسمش یا با الف یا با سینه، شاید هم کاف. آره داره تو زندگیت موش میدونه. میتونی دقت کن ببینی شکلش چجوریه؟ لابراتوار که نیومدی خانم من. من میشناسمش. از این راه که نمیتونم بهت بگم، ولی خب یه راه دیگه هست، ولی یه ذره برات گرون تموم میشه. خب وا، کی حرف پول زد؟ بگو کیه، من فردا میرم پوستشو میکنم. ببخشین باید جواب بدم، خواهرشوهر جواب ندم تا شب انقدر ناله و نفرین میکنه زندگیم از هم میپاشه. ببخشین. بله خب تلفنش خیلی وقتی که قطع. پیش معلوم هست چی کار داری میکنی؟ فرمان رو گرفتم. فرمان؟ به بچم نگو فرمان. فرمان از تو چه بدید تو این اتاق؟ خب ساکتش کن دیگه. مخم ترکی خب ساکت نمیشه. خواهرم آقا برای این عصبانی پس جونم. الو آبجی چاکرتم، چی شد یاد ما کردی؟ جان چی شده؟ خب الو آبجی جان صدات نمیاد، قطع و بس میشه، یکم بلندتر بگو. ها چی شده جوان؟ چی شده؟ چی؟ نتورک مارکتینگ پیاز سیب زمینی فروختن نیست، توان میخواد. این حرفای تکراری رو قبلا شنیدیم، جدید چی داری؟ نه بابا تکراری بود. تکراریه دیگه، همش تکراری. اصلا دوست عزیز من شما بگو تو این شاخه هرمی تو الان چقدر سود کردی؟ کی من؟ بله هیچی والا. تو چی بی ارزه ای؟ دوست عزیز من شما بگو شما چقدر سود کردی؟ کی؟ من؟ نه نه شما نه، شما یکی دوست عزیز. کی؟ من؟ نه شما نه عزیز من شما بگو. کی من؟ بله هیچی. تو چه صبوری؟ میبینی؟ میدونین چرا انقدر صبوره؟ چون که میدونه به سود میرسه. گوش ما از این حرفا پره داداش. پولو منو کی میدی؟ بابا آخه من اگه بیافتم هلوفتونی چجوری میتونم پول شما رو بدم؟ اون موقع که بیرون بودی چرا پولمونو ندی؟ من میخواستم بدم شما نذاشتین.
خونه رو فروختم زیر قیمت، شرکت رو واگذار کردم زیر قیمت، ماشین رو فروختم زیر قیمت، داشتم از ارتباطاتم استفاده میکردم. اگه یه خورده به من مهلت داده بودین، پولتون، سودتون، خواب پولتون رو همه رو دو دستی تقدیم میکردم. ده نذاشتین آخه. بفرمو بفرمو. سلام علیکم، حال شما خوبه مهندس؟ نه بابا. ای بابا، باش باش بفرم. خدا حاجی داره میاد، خدا حاجی داره میاد، مشکل همه تون هم. اون حاجی بالاییه؟ آره دیگه، همون حاجی. آقایون، خانم، خواهش میکنم شما 24 ساعت به من فرصت بدین. ظرف 24 ساعت من تمام پولای شما رو تقدیم میکنم. این 24 ساعت آخره؟ عزیز من شما رو میبرم وسط اقیانوس شنا کنی، خیس نشی، به من اطمینان کن. چشم، همین 24 ساعت. این 24 ساعت آخره، بازش کن. بازش کن. فقط همین یه بار. من خیلی وقت احزار اروا کنار گذاشتم. میدونی وقتی وارد حریمشون بشی، وارد حریمت میشن، وسایل تو جا به جا میکنن، قایم میکنن. یه شبایی هم میخوابی، صبح پا میشی، میبینی یه جای تنت کبوده. وای، مگه مال دنیا چقدر ارزش داره که من بابتش خودم و خانوادم رو تو درد سر بندازم؟ اصلا. مینا جون، تو رو خدا، من فقط میخوام ببینم قبل از مرگش به من خیانت کرده یا نه. یه کاریش بکن دیگه مینا جون. اصلا حرفشو نزن، فقط همین یه بار. چه کنم، فقط همین یه بار، اونم چون واقعا موقعیتتون اورژانسیه و اشرف جون معرفیتون کرده. ولی هرچی اینجا دیدین یا شنیدین، از این اتاق بیرون نمیره. من حوصله درد سر ندارم. میدونین که ما هم کلن امنیت شغلی هم نداریم. اینه که آخه چشم، مطمئن باش. حالا باید چیکار کنیم؟ خب حالا دستای همدیگر رو میگیرین، چشاتون رو میبندین، تمرکز میکنین. من روح مورد نظر رو احضار میکنم، اونم از طریق من با شما حرف میزنه. وای من میترسم. یه وقت برامون خطر نداشته باشه. نه ترس نداره. شما نه اونو میبینین نه صداشو میشنوین. من مدیومم. اون هرچی بخواد بگه به من میگه، من به شما میگم. چشاتونو ببندین. دست در آقا، کرایتو بفهم. کارتخون داری؟ تاکسی کارتخون نداری؟ ای بابا، این تاکسی ها من برات کارت رو کارت بکنم. خیلی خوب، بقیش هم واسه خودت. آقا جو خودش زنگ زد؟ نه قدرت، نکنه زنگ زده باشه بخواد بیاد اینجا اتفاقی بیفته. من نمیدونم، گفت میخواد بهت هفته آخرش رو از جون بزن. های بابا، زنگ نزن. چرا؟ صابخونه قاطیه، نگاه کن اون رو یواش برید. چی رو درست شد؟ آنتن که دست منه. چیه میترسی؟ بیا بریم. بیا برو تو، هر وقت تصویر صدا درست شد، شفاف شد، به من بگو. یه کاری بهشون گفتیم. صد دفعه گفتم آخه پدر من، تو که تعمیرکار نیستی که. خب یه چیو بیار اینو درست کنه دیگه. به روزایی که باهاش بودی فکر کن، خوبیاش، بدیاش. اسمش چی بود؟ مسعود جان. مسعود، مسعود، اینجایی، اگه اینجایی علامتی بده. مسعود،
حضورتو اعلام کن. سلام. این که صدای زن بود، همیشه میدونستم پای یه زن در میونه. تو که میگفتی ما صداشو نمیشنویم. خب شما هم مدیوم بودین، خبر نداشتی. وا جدی؟ من فکر کردم ایکس لاژم. خیلی خب تمرکزمون رو از دست ندیم، برمیگردیم سر کارمون. منوچهر مسعود جان، منوچهر تو برو، مسعود بیا، مسعود بیا. ای روح مزاحم، خبر مرگت برو، بذار ما به کارمون برسیم. برو. مسعود نبود؟ نه. داشتی ببینیم کی بود؟ از همین ارواح خبیثه کلاهبردار مزاحم زندگی خراب کن. برمیگردیم سر کارمون. سعید بیا. مسعود جان. مسعود بیا، تا جاوید نیومده بیا. مسعود بیا. قدرت میگه وضع قلب آقا جون خرابه، داره میاد تهران آخرین وصیتاشو به ما بکنه. آقا جون الهی بمیرم برات آقا جون. اگه اتفاقی برای آقا جون بیفته من چی کار کنم؟ من میمیرم. با این قلب مریضش این همه راه داره میکوبه بیاد تهران، یه چند هکتار زمین بی ارزشو به نام ما کنه. جمشید خونم هست. آخه ما با چه روی وارث خونه بشیم که کل خاطرات کودکیمونو اونجا گذروندیم؟ اون کلنگیه. اب نداره، من کلنگی رو قبول میکنم. 5000 متر خونه تو خاطره داری توش؟ آره منتها دیگه 5000 متر نیست، اون خیابون جلویش پهن شده آقا جون، 300 400 متر دیوار برده عقب. پس 300 400 متر خاطراتت خدشه وارد شد توش نه؟ آره ولی من قبول میکنم، اب نداره. خودم میبرمش، یکی از بهترین دکترهای تهران، تا یه مو هم از سرش کم نشه. به جون خودم نباشه، به جون شما خواهر برادر عزیز میبرم بهترین دفترخونه تهران که هیچ حرفی توش نباشه. نگاه کن، فقط یک کلمه گفتم عید نمیام، چه بدبختی گیر افتاد. چه میفهمم دیگه، مسئولیتتون با منه، مثل کوه پشتتونم، نمیذارم آب تو دلتون تکون بخوره. تو گفتی عید نمیری پیشش؟ داداشم بعد چیکار میکردم؟ با یه بچه و یه زن انر میرفتم اونجا، چی میگفتم؟ من فکر کردم همتون دارین میرین عید اونجا. تو هم نمیخواستی بری؟ خب من این احترام خانومو چیکارش بکنم؟ پیر زن مریضه، بعد هی توهم داره میگه دزد میاد، غریبه میاد، اون وقت کارمو از دست بدم، بعد بشینم کنج خونه. چه ناجورین شما؟ به جان خودم به آقا جون میگم همه اینا رو تو وصیت‌نامه لحاظ کنه. اصلا لازم نیست اینا رو بگی، ما فکر کردیم تو و جاوید میرین دیگه، دلش واسه ما تنگ نمیشه. کی؟ من؟ آقا جون شما که میدونین من چقدر در شبانه روز گرفتارم. تو جاویدم. جاویدم؟ وای من الهی بمیرم، آقا جون تک و تنها مونده اونجا، خودش داره عید میاد پیش ما. حالا من ازتون یه سوالی دارم، بفرمایید چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ آره بابا ببین، باید دلشو به دست بیاریم، باید مثل پروانه دورش بگردیم، باید مثل مادر بهش محبت کنیم. موافقم، چون به هر حال با یه نیت خیرم داره میاد تهران. موافقم. مثل که شما یادتون رفته قرار بوده چیکاره بشین، الان چیکاره این؟ با چه امیدی داره میاد اینجا؟ چیکاره این؟ من حالا اگه مهندس نشدم، لاغر یک بیزینسمن موفق و قابل افتخار که شدم. خب پرستارم چیزی کمتر از دکتر نداره، به هر حال هر دوشون دارن خدمت میکنن به مردم. منم که دیگه فیلمنامه‌مو نوشتم، منتظرم یه سرمایه گذاری پیدا بشه فیلممو بسازم. نه بابا. حالا پس حل دیگه. خب همه چی حل دیگه. الان زنداداشو چند روز میفرستیم خونه باباشینا، بابا رو میگیم چند روز بیاد اینجا، صورت خودمونم با سیلی سرخ نگه میداریم تا بابا کارش انجام بده بری. فرمون رو بگیرین نیفته بچه‌ها. نمیفته این. منو نگاه کن. من خدمتتون عرض کنم که مینا عمرن راضی میشه. یعنی چی راضی نمیشه؟ تو پسر بزرگ پدری. بابا تو مرد این خونه ای. نه زیادم رو من حساب نکنم. استوبار باش. نمیتونم. با جذبه. آقا نمیتونم. با صلابت. بابا من خودمو میشناسم. میگم نمیتونم، من این کاره نیستم دیگه، عجب گیری که من فقط در یک صورت میتونم با مینا حرف بزنم. خیلی آروم و سینه‌خیز و ذلیل برم یه چیزایی بگم.
حاجی تو تهران کیسه پیدا نمیشه اینو برداشتی؟ به اینا کار نداشته باش. جمسه. اون سندا رو بردار یادم نره. حاجی خونه و مغازه رو میخوای با خودت ببری واقعا؟ خونه و مغازه که دست شما سپرده شده. اینا فقط چند تا کاغذ پاره است. بذار من الهی قربون این کاغذ پاره ها بشم. کاش مال من بود. حاجی یعنی بعد این همه سال به ما اعتماد نداری؟ دخترم من از چشمامم بیشتر به شما دوتا اطمینان دارم. خب واسه چی میخوای اینا رو به خود ببری؟ خب بابا جون تو تهران شاید لازم شد. همین دیگه، خاک بر سر من که تو تهران این کاغذپاره ها لازم میشه ولی من لازم نمیشم. از همین میسوزم و همین دارم. غلام بذار من این چمدونو ببرم. بذار من، حاجی فایده نداره، خودم جمع میکنم. تو خود دست نزن. تو آقا جان تو بلند شو برو به اون کارهایی که گفتم برس. حاجی جان حالا که تو هستی این حال روزگارشه، وقتی که نباشید معلوم نیست که اینجا چه اتفاقی میفته. الهی زبونت لال میشه، خودت نباشی حاجی براشی نباشم، من نوکر حاجی هستم. اصلا اگه بذارم من باد بیام باشی. غلام این کارا چیه داری میکنی؟ من قراره دو هفته برم و برگردم. دو هفته واسه من انگار رفتی سربازی دو سال طول میکشه. این میدونه امکان نداره حاجی، من باد میام. اذیت نکن حاجی، بذارم من. کجا نمیری؟ تو به این کارا برس، بذار من برم به کارا برسم. من اینا جمع میکنم باهاتم میام. من خودم مخلصم هستم. مگه تو از جون مردم شما بخوای تنها بری؟ همه رو جمع میکنم، همه رو میذارم سرش. خودتو جمع کن غلام، من نگرانم. تو نگرانی؟ ندیدی الان چه خاکی به سرمون شد همین الان؟ ما که برای دل حاجی هستیم، جلوی چشمون نصف از مال اموالشو داد به بچه ها. اونجا که بره تهران ما نباشیم بقیه مال اموالشو میده. آخه من چقدر باید حرص جوش اینا بخورم که بعد از رفتن حاجی چه بلایی سرمون میاد؟ همین دیگه، من تصمیم گرفتم باش میرم تهران. مینا جون ازش بپرس سکه همه بفروشم یا بازم گرون میشه. خانمم یه جقله پول دادی میخوای کل نوسانات بازار ارز و طلا رو برای تحلیل کنه؟ یعنی نمیشه؟ نه دیگه، سه ساعت سر پا وایستاده بنده خدا. شب اول قبل اینقدر سوال جواب پس نداده بود. خدا حفظ کن بره پی زندگیش. مسعود جان ببخش بهت بدبین بودم. خدا حافظ. میگه به سلامت خیر پیش. چشاتونو وا کن. آخه چقدر خوب بود. دست درد نکنه مینا جون. خیلی زود تمام شد. یه فیلم ترسناک هم بود، الان تیتراژ پایانیش بود. خانم مینا جون یه فال قهوه هم برامون میگیری؟ نه دیگه دیر شد، بفرمایید. مریض لاعلاج دارم ببینم چی کار میشه. بفرمایید. خدا حافظ. بریم دفعه بعد کتابینم حتما بیاریم. سوسن و سوسن رو حتما بدیش بدیم. واقعا خسته نباشه، خیلی زحمت میکشیم واسه زندگی ها. کوشم تو اتاقم دیگه. چی شده؟ چیزی نشده. گفتم اگه موافقی مثل دوتا مرد با هم حرف بزنیم. ها بشین خواهش بکنم. جمال چی شده؟ چیزی نشده. گفتم مدت هاست بحث فرهنگی سینمایی نکردیم، با هم دیگه بحثی بکنیم. وای جمال چند وقته من تو با هم سینما نرفتی؟ خیلی وقته. حالا اصلا اون مهم نیست. ببین مینا تو یادت من یه فیلمنامه نوشتم. معلومه که یادم، هم که قرار بود نقش اصلیشو بازی کنم. بله که یادم. چطور؟ اینطور. من فقط خواستم سر بحثو باز کنم. خب الان بحثو باز کردی، بگو. ببین تو فیلم کلا قرمزی که یادته؟ عاشقشم. خب آفر. ببین اون صحنه که کلا قرمزی میره پشت در سازمان که آقای جبلی نقش اون نگهبان هستش، آقای میگه آقای قرمز کلا قرمز کلا، یه گل میاره که بده به آقای موجی. آقای موجی میاد عصبانی و اینجوریه، میاد میگه که این کجا رفت اون کجا رفت اینا. میگه این آقای قرمز کلا برای شما آورده. اون با گله میاد بیرون و گله رو پرت میکنه و گله اینجوری میاد میفته بغل پای کلا قرمزی و کلا قرمزی فرار میکنه. گرفتی؟ نه بابا جان نیا کن. ببین مثلا من الان کلا قرمزی هم، تو آقای موجی. من کلا قرمزی باشم. تو کلا قرمزی، من آقای موجی. اون گوریله هم هستش که داره میادش. گرفتی چی میگم؟ نه این اصلا فراموش کن، اینو از ذهنت پاک. اصلا انگار این نیستش، یه موضوع دیگه رو شروع میکنیم. تو فیلم بروسلی رو که یادته با استادش؟ بله بله بله. آقا جونم این ترمیناتور دو داره میاد و ما همه کوب کردیم. قدرشون سر چش. آقا جونه چی شد؟ تهران اومدنی شد؟ چون ما همه خبر دادیم که نمیتونیم بیام. اون گفتش که من بلند میشم میام. خب چه بهتر، میان ما هم بهشون میگی منم از این زندگی یواشکی خلاص میشم، میشم یه زن واقعی. اینا شما موضوع همینه دیگه. الان آقا جونم میاد که من این سن آقا جونم اومده، من یهو نمیتونم تو رو معرفی کنم. این قلبش مریض، یهو دور از جون سکته میکنه میفته. تو که نمیتونستی منو به عنوان زنت معرفی کنی، چرا با من ازدواج کردی عزیزم؟ ببین مینا جان، ببین من قرار بود تو رو بازیگر کنم، بعد نشد، بعد گفتم من با تو ازدواج میکنم اقلا برای تو یه کاری کرده باشم دیگه. بعد چرا همون موقعی که با من ازدواج کردیم به آقا جونتون نگفتی؟ ببین اون موقع قرار بود این مثلا خانم جونم، خب اینم من آقا جونم. خب خانم جون قرار بود آروم 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 با آقا جون بگه، ولی چی شد؟
عجل مهلت نداد و خانمشون رفت و من موندم و آقا جون. خدا رحمتشون کنه. حالا ما کار خانجون رو ادامهش میدیم و به آقا جونت میگیم. مینا جان، آخه تو به من بگو بعد از 2 سال من چجوری به آقا جونم بگم که آقا جون این مینا، اینم بچم. تو بگو مثل بچه آدم بگو، بگو این زنم مینا، اینم بچم فرمان. خب این فکر خوبیه، ولی من یه فکر بهتری دارم. ببین شما اینجا مثلا الان خونه باباته، شما میای چیکار میکنی؟ فرمونه میگیری بغل میدی سمت راست، میری خونه بابات. اینجا منم، آقا جون از شهرستان میاد، میاد پیش من، میبینه اه همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، و دوباره برمیگرده شهرستان و بعد تو برمیگردی فرمونه میدی سمت چپ، برمیگردی به این طرف و ما با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی میکنیم. آره این که خیلی فکر خوبیه، ولی من یه فکر بهتر دارم که میگم آقا جونه تاج سر دختر یکی دونش وقتی اومد بره پیش اون و اون یکی پسرش زندگی کنه، اون وقت من و تو و فرمانم هم به خوبی و خوشی سالهای سال در کنار هم زندگی کنیم. این فکر خوبیه، ولی یک نکته رو در نظر نگرفتی. من پسر بزرگ آقا جونم، پس وقتی آقا جون میاد بعد بیاد خونه پیش من بمونه. بله این فکر خوبیه، منم چون زن پسر بزرگ آقا جونم از جام جم نمیخورم و تو خونم میمونم. ببین من الان هی دارم به صورت فرهنگی با تو صحبت میکنم و تو داری منو به خشونت وادار میکنی. به خشونت وادار بشین چجوری میشی؟ میرم و هیچ کس هم نمیتونه جلومو بگیره. بفرمین. دارم میرم ها. ببین الان یه گام دیگه بردارم را پخ کنی رفتم ها. پخ. من میرم. بیا بیرون بابا، بیا بیرون، بیا بیرون. یه دوالیشی خودم هم از خونه این بیرون کامپیوتر من رو ببینی. یه بریم بابا، هیگم میگم نمیشه. یک ساعت زحمت کشتم این فرمانو خوابوندم، مواظبش باش. الهی بمیرم، زن نداشتی میکشی از دست جمال. کاری چیزی بشی به من خبر بده، من به جمال باشم. با اجازت. خود من چه بدبختم. ته کمد گذاشته بودی، بالاخره ریداش کردم. آها خیلی خوشحالی؟ واسه چی؟ میخوای بری تهران دیگه؟ از تو قدرت انتظار ندارم. تهران هم جایی که من میخوام برم باید خوشحال باشم. من راه افتادم برم این رنج سفر رو فقط به خاطر تو که آب تو دلت تکون نخوره دارم تحمل میکنم. چه حرفی میزنی؟ برای من سوغاتی میادی؟ سوغاتی؟ حرفشم نزن. ببین من میخوام پام تهران وا نشه و الان 100 سال زیاد میخوام زنده نباشم، برم اونجا برگردم واسه تو سوغاتی بیارم. سوغاتی چی؟ یعنی برای دل خوشی منم سوغاتی نمیاری؟ اصلا ول کن. ببین فرض کن من الان رسیدم تهران، الان تهرانیم. چه جوری تهران؟ خیابونای بزرگ، یه جایش خلوت، بعد میدون، اونورش گلکاری، برمیگردی پارک، چمن، بچه ها بازی میکنن، فوارهای بلند، اون ساختمون بزرگ نوکیزه، برمیگردی از این بر میبینی سینما، تئاتر، تخمه، چیپس، کباب، اینا حالا داره بد میشه. فکر اینا رو دارم میکنم. یعنی تو واقعا دلت نمیخواد بری تهران دور بزنی؟ من برای چی برم دور بزنم؟ ببین یه حقی از تو زایشه، تو زحمت کشیدی تو این خونه، من پیگیر اونم دنبال حاجی دارم راه میرم، یه موقع حاجی و بچه‌هاش گرفتارمون نکنن به خاطر تو دارم میرم. من غذای سوخته تو رو به اون کبابونا و شیشلیک و رستوران خوشگل و سالاداش اصلا عوض نمیکنم. میخوای برات غذا درست کنم ببری؟ خب تو درست کنی. فرض کن من بردم غذای تو رو، اصلا من چجوری بدون تو گلون پایین میره؟ میخوای اصلا نری؟ ما برای هم دیگه کافیم دیگه، نرو. نه دیگه دیر گفتی دیگه، کاش زودتر میگفتی. پاشنه پا رو کشیدم باید برم. بس منم باهات میام. تو با من میای مبیه خیابونه تهران، یه ما با هم راه میریم. ما که نمیدونیم تو دل مردم چی میگذره، ممکنه خندهشون میگیره. بعدش هم خب من که دارم میرم، من پی این سفر رو به تنم مالیدم برم اونجا این رستوران های قشنگ رو ببینم، یه دور بزنم، پارک و سینما و ببین حالم داره بد. بذار من فقط این گرفتاری رو تحمل کنم، تو نه نمیخواد بیاری، همینجا بشین. بدون تو من چجوری برم؟ همینش سخته دیگه، همینش سخته. گفتم بهت با جذبه و صلابت. گفتم نمیتونم. من هیچ وقت از این مینا خوشم نمیاد. زن داداشتا میدونی اشکال کار تو چیه؟ اگه از اول یه خورده بیشتر خشنتر باش برخورد میکردی، الان یه خورده بیشتر کمتر ازت حساب میبود. یعنی چی الان؟ یعنی بیشتر عاشقت میشد. الان چی کار باید بکنیم؟ هیچی دیگه، با آقا جون میگیم که جمال خونه رو فروخته داره با پولش یه فیلم میسازه. وقت کجا ساکن کنیم آقا جونو؟ کجا؟ خونه تو دیگه. خ...
خونه من که نمیشه، تا وقتی پسر داره که نمیره خونه داماد، غرور داره آقا جون. بی خودی بهانه نیار آقا جون، خیلی هم با بهرام خوبه، خیلی هم باش جوره. آره بابا باش حال میکنه. آخه میدونین چی شده؟ من با بهرام قهرم. یه چند وقتی که دارم خونه احترام خانم زندگی میکنم، بهرام من برداشته بچه رو برده خونه مادرش. من میکشمش، من پدرشو در میارم، من انتقام تو رو میگیرم، من میذارم لهش میکنم. جمال اگه به این حرفا بود که من با یه تلفن چند نفر رو میفرستادم الان حالشو بگیرم. جمشید جان جمال بذار من اینو بزنم، چند سال منتظر موقعیتم. شما صبر کن ببینیم اصل ماجرا چی بوده. اصل ماجرا رو بگو. اصل موضوع اینه که این بهرام رفته داره کرمای مصنوعی درست میکنه، همه پولامون رو ریخته دور، منم قهر کلا اومدم بیرون. جمشید من بعد اینو بزنم، چرا نمیفهمی؟ الان خواهرمون زن قاچاقچی داروی کرمیه. اگه به برخورد اینطوری بود همون موقع که از دانشگاه انداختنش بیرون بعد همچین برخوردی میکردی، منم میرفتم طلاق اینو میگرفتم. الان باید ببینیم چی کار باید بکنیم. اصلا نمیشه بزنیمش، اون وقت نمیذاره من دیگه بچه‌مو ببینم. ناراحت نباش آبجی، من خودم میبرم میتونم الان آشیتون میدم. چه غلطی میکنی؟ من دیگه برنمیگردم تو اون خونه. آفرین آقا جان. پس جواب آقا جون چی میخوای بدی؟ میخوای به آقا جون بگی شوهرم حتی مدرک دانشگاهشو نگرفته؟ میخوای بگی قاچاق میکنه؟ میخوای بگی میرم خونه مردم زندگی میکنم؟ میخوای بگی دارم طلاق میگیرم؟ بابا گوری ما داریم خونه تو، به خونه تو احتیاج داریم. بفهم آقا جون دق میکنه. نه ای بابا، آقا یه چند روز فرمالیتی اینو بهرام باید با هم آشتی کنن. بعدش هم اصلا ما بهرام نمیگیم چه نقشه شومی داریم. بعدش که آقا جون رفت، چند نفر میرسیم حالشو بگیرن، طلاق تو رو هم میگیریم، بچه تو رو میارم خودمون بزرگ میکنیم. باز دوباره یه نکته رو یادت رفتا. چی؟ بس من کی بزنمش؟ آه خب اونو من برات پیامک میزنم. خیلی خوب دیگه، بس پاشیم بریم. بریم اینجوری؟ نه دیگه با تاکسی هم میتونیم بریم. با بیجامه؟ من هی میگم از اینجا سوز میاد، الان میام. چرا خورده خورده میگی قری؟ سلام سلام حاجی جان. سلام حاجی آقا. سلام ماشاءالله. واقعا که حلال زادی. همین الان داشتم جنساتو فاکتور میکردم که بفرستم واسات خونه. حاجی فعلا دست نگه دار. کما کسی داری؟ مشکلی پیش اومده؟ راستش خب بفرما بشو ببینم چی میگی. بفرما بشو. چجوری بگم حاجی جان؟ میدونی چی اصلا؟ من امسال تصمیم گرفتم حاجی جان خودم برم تهران. آه یعنی بچه میان اینجا بعد باشون میری دیگه؟ نه بچه ها که همشون گرفتارن. آه یعنی فقط آقا جمال میاد دیگه؟ اتفاقا جمال از همه گرفتارتره. شب عیده، سخت گرفتار شده. من هم دیدم اینا نمیتونم بیان، گفتم خب من میرم تهران. گفتم که این هوای تهران بچه ها رو هوایی میکنه. آقا جمال دیگه دلش اینجا نیست. من بهت حق میدم حاجی جان، ولی جمال من خیلی گرفتار. آره من میدونم تون تهران با اون بزرگی چه مشکلاتی هست، ولی حاجی دختر من 2 ساله که منتظر نشسته تو خونه، هرچند که داره درسیشو میخونه، ولی به هر حال اسم جمال روشه. من بهت حق میدم، شما نجابت کردی، ولی باور کن این جمال من از اون بچه ها نیست. سر سفره پدر و مادر بزرگ شده. خیال بد به سرت راه نده. من هم همچی فکری نکردم، ولی واقعا داره دیر میشه حاجی. چه میدونم چی بگم اصلا میدونی حاجی یه فکر دیگه، من که رفتم تهران همچین که پاگیر شدم زنگ میزنم تو، پریچهر رو برمیداریم میای تهران، همونجا دست پریچهر و جمال رو میذاریم تو دستم. ها باشه هرچی شما بگیده، به هر حال شما بزرگ ما هستی، ولی شما پس یک منتی رو من بذارید. بدیده منت. اگر رفتی دیدی یه دفعه جمال دلش نیست، رو درواسی نکن. هنوز اتفاق نیفتاده. تو خودت میدونی من همین یه دونه دختر رو دارم. دوست دارم با عزت و احترام بره خونه وقت. حاجی جان، جمال من چه کسی رو پیدا بکنه که از پری چهره تو بهتر باشه؟ حاجی، علف باید به دهن بزی شیرین بشه. من سر اون بزی رو که بخواد دنبال هر علفی را بیفته، خودم با همین دستان میبرم.
من نمیتونم با اون زیر یه سقف زندگی کنم. ای بابا خواهر گلم چند روزه به خاطر آقا جون نمیتونم. آقا حالا گوره بابای ارث و میراث، حالا من هیچی، جمال، من میگم به فکر قلب آقا جون باش. نمیتونم، ببینین اینجوری خیلی کوچیک میشم. خب عزیز من الان ما حرفامون یه کاسه میکنیم، یه جوری میریم تو حرف میزنیم که برای تو هم بد نشه. آقا من یه فکر بهتری دارم، الان میرم تو مثل خر بهرامو میگیرم میزنم، اونی که منعطف شد و نرم شد و لطیف شد شما از در دیگری وارد میشین و همه چی رو چفت میکنیم. موافقم. با اجازه بیا اینجا ببینم این قصاتو، تو بنویس رو کاغذ یه فیلم بساز. آقا جون الان یه کشیده به این بهرام بزنی میره تو درمان میگیره، بعد شماره میفرسته بازداشتگاه. آقا جون که بیاد من باید بیانم بازداشتگاه شماره ببینه. موافقم. ببین قشنگ ما ستایی میریم تو، من تو نقش آدمایی بازی میکنیم که اومده پادر میونی کنه. پادر میونی. گلی هم نقش همسر مهربانی رو بازی میکنه که چی؟ آماده گذشته. آره اینجوریه. آره. با این مخالفم. به جهنم که مخالفی، این موافقم مخالفم. برو تو دیگه. ببینین حداقل بذارین من یکم ناز بکنم بعد آشتی کنم. یکمیه. حالا چون تویی یکم اشکال نداره. فقط تو هم باید قشنگ گشاده روی بیای. الان ببین. نه یه خود شلش کن بیشتر قشنگ شادی برقه برقه کنه. آها آفرین، بریم تو. کرم میسازیم همچین و همچین واسه صورت واسه چورو، واسه صورت واسه چورو. کرم میسازیم همچین. چه جای زاییه شله؟ چی؟ آها این ببینم مطمئنی همینجا سکولی؟ متاسفانه بله. سبون پرورش میدن اینجا، بریم دیگه. تو برو. کرم میسازیم همچین و همچین واسه صورت واسه چورو. کرم میسازیم ما واسه صورت واسه چورو، واسه صورت واسه چورو. کرم میسازیم همچین و همچین واسه صورت واسه چورو، واسه صورت واسه چورو. مکمتر. کرم میسازیم همچین و همچین واسه صورت واسه چورو، واسه صورت واسه چورو. کرم میسازیم همچین و همچین واسه صورت واسه چورو، واسه صورت واسه چورو. سلام علیکم، خوش اومدید. شله مامانم تو اونجا چیکار میکنی؟ بیا پیش من مامانی. بودو. سلام ماما. سلام دایی. بفرمایید دفتر الان خدمت میرسم. بفرمایید بفرمایید. شما چرا بیکار بایستادید؟ بجنبید بجنبید. یک دو سه چهار. خب گلی خانم شما چطورین؟ خیلی خوش اومدین. میبینم که برای من آدم آوردین. اینا آدم هن؟ اینا برادرام هن. چند وقتی شنیدم که میونتون شکراب شده. شما که غریبه نیستین جمشید خان. گلی خانم مدتیه که بد اخلاق شدن، بهونه میگیرن، اصلا یک غذا درست نمیکنه واسه من. نهارم درست نمیکنه گلی؟ اصلا امکان نداره، ما خواهر اینجوری تربیت کرده بودیم گلی؟ من واقعا معذرت میخوام که از این قاشق چی بودن استقبال نکردم. بفرمایید. این چه طرز حرف زدن با شوهرت آخه؟ این کار آخه اسمش قاچاقه؟ اسمش چیه؟ این اسمش اصلا خودت بگو، خودت بگو ببینم چه اسمش چیه. اسمی نداره، فقط خدمت به زیبایی. نگاه کن خدمت به مردم میکنه بنده خدا. ولشین کن این حرفا رو. از قدیم گفتن زن شوهر با هم دعوا کنن، ابلهان باور کنن. الان نگاه کنین، من و جمال پوشیدیم اومدیم اینجا با روی گشاده شله. آره با روی گشاده اومدیم اینجا پدرمیونی کنیم که ایشالا مشکلاتتون هر چه برگردین سر خونه زندگیتون دیگه. من پامو تو اون خونه نمیذارم جمشید. گلی بابا به خاطر من جمال؟ امکان نداره. بابا چرا ببین؟ نمیتونه. گلی قلب آقا جون؟ نمیتونم. گلی چشم چشم میخواد برگرده دیگه. مگه نگفتم برن؟ قدمشون رو تخم چشم. میخوام برگردن برگردن. گلی خانم لطفا برگردید. من پامو تو خونه نمیذارم. نه بابا میخواد برگرده دیگه. برمیگردی گلی؟ نه فقط یه مسئله اینجاست، اگه بخوام برگردن باید
با مادرم زندگی کنن. خب برو با مادرشون زندگی کن. من برای چی باید با مادر شما زندگی کنم؟ من اگرم برگردم برمیگردم خونه خودم. میگه پاشتون خونه نمیذاره، فقط خونه زندگی خودش. خونه رو فروختم. خونه رو فروختی؟ یه بار اومده بود پول لازم داشتم فروختم. آهان بابا، بنده خدا اهل سرمایه گذاری دیگه، خونه رو فروخته سرمایه گذاری کرده. جمشید، جمشید خونه رو فروخته. آقا شما خونه رو فروخته؟ چیکار کردی؟ خونه خودم بوده فروختمش. با اجازه کی تو خونه رو فروختی تو این وضعیت؟ برو بقیه جایی ببینم، برو بگی برشی فروختی؟ 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 برشی فروختی